خوش اومدین به کانال خیابون ویلا. من گیلدا هستم و امروز میخواییم درباره جراحی بینی در ایران صحبت کنیم. ببینیم اولین جراحی بینی چه سالی توسط چه دکتری انجام شده و این دکتر چه سالی بینی مامان بزرگ من رو عمل کرده. مینا مادرم بینیشو عمل کرده بود. پیش یکی از معروف‌ترین جراح‌های پلاستیک اون زمان، دکتر اوسانلو. سال 1339 بود. دهه 30 و دهه 40 به شدت الان بینی عمل نمی‌کردن، تازه شروع شده بود. در هر صورت بینی که یک کمی قرص داشت، اونم به دلیل اینکه زمین خورده بود و بینی شکسته بود، کار خیلی سختی نبود ولی خیلی برای صورتش لازم بود. دکتر سیروس اوسانلو که از پزشکان بیمارستان رازی تهران بود، سال 1316 برای گذراندن دوره جراحی پلاستیک به آمریکا سفر کرد. سه سال بعد، یعنی سال 1319، به ایران برگشت و اولین مرکز جراحی پلاستیک در ایران رو در تهران تأسیس کرد. و اولین جراحی بینی در ایران سال 1322 انجام شد. مادر بزرگم دکتر اوسانلو رو از اونجایی میشناخته که سابقه جراحی پلاستیکش توی خانواده بوده. دختر عمم پیشش عمل کرده بوده، چند تا از خانومای فامیلای پدریم پیش دکتر اوسانلو عمل کرده بودن و همه‌شون خیلی راضی بودن، به دلیل اینکه دوران نقاهت سختی نداشتن. عملا معمولا خیلی خیلی زیبا از آب در می اومده، صداشون تغییر نکرده و خیلی طبیعی به نظر می اومده همیشه بعد از عمل. از اوایل دهه 30 آگهی‌های جراحی بینی در روزنامه‌ها منتشر می‌شد. در یکی از اونها نوشته شده بود با چاقو و اره چهره شما رو تغییر می‌دهیم. خیابون ویلای پایین که بودیم، خب هممون خیلی کوچولو بودیم دیگه. مینا مثلا یکی دو سال از ما بزرگتر بود. این شیدوش پسر برادر من میرفت مینا کولش میکرد، میدوید تو حیاط. یه دفعه این طفلک مینا افتاد زمین، با دماغ خوردش به این چیز حوض که حوض ستاره‌ای بزرگ بود، خوردش و دماغش شکست، اینجاش یه قوز در آورده بود. این خیلی ناراحت بود تا اینکه عقدم کرد دکتر اوسانلو که خیلی معروف بود، میگفتن میونه دکترها دکتر اوسانلو دماغ گنده رو میکنه کوچولو. این رفت پیش اون بدونه که به مامان یا به من بگه، دماغش عمل کرد که بعدا مامان فهمید.